سلام بچه ها، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز میخوام براتون قصه یه چیز دیگر تعریف کنم. روی یه تپه بادگیر، تنهای تنها بدون هیچ دوستی، یه چیز دیگه زندگی میکرد. همه بهش میگفتن که تو شبیه ما نیستی، تو یه چیز دیگه یا از ما نیستی. هر چقدرم که سعی میکرد مثل بقیه حیوانا ورزش کنه، مثل بقیه حیوانا غذا بخوره و مثل بقیه حیوانا صحبت کنه، اما بیفایده بود. اونا میگفتن تو متعلقه به اینجا نیستی، تو اصلا شبیه ما نیستی، تو یه چیز دیگه ای. یه شب که یه چیز دیگه رفت خونه و داشت آماده میشد که بخوابه، یهو صدای در رو شنید. پشت در یه چیزی روی پله‌ها ایستاده بود و گفت سلام، خوشحالم که شما رو می‌بینم، میتونم بیام تو؟ یه چیز دیگه بهش گفت ببخشید شما؟ اون موجودم بهش گفتش که اجازه بده اول میام داخل، بعد خودم معرفی می‌کنم. یه چیز دیگه نگاهی به پنجه‌های اون کرد و گفت فکر می‌کنم اشتباهی اومدیم. اما اون موجود سرش رو به چپ و راست حرکت داد و گفت نه اینطور نیست، درسته درست اومدم، نگاه کن. تا یه چیز دیگه بخواد بفهمه که موضوع از چی قراره، اون یه راست وارد خونه شد و روی پاکت غذایی یه چیز دیگه نشست. یه چیز دیگه که حسابی گیج شده بود پرسید ببخشید من شما رو میشناسم؟ موجود با خنده گفت میشناسی؟ البته که میشناسی، من نگاه کن، خوب به هم نگاه کن. یه چیز دیگه قشنگ بهش نگاه کرد بچه ها. دور تا دار اون موجود چرخید و حسابی بهش نگاه کرد. موجود با صدای بلند گفت نمیبینی؟ من درست مثل تو هم، تو یه چیز دیگه هستی؟ خب منم همینطوریم. دوباره پنجه‌هاشو دراز کرد که با یه چیز دیگه دست بده و لبخند زد. یه چیز دیگه انقدر شگفت زده بود که نتونست با لبخند جواب اون رو بده. حتی پنجه هاش رو هم دراز کرده بود نگرفت. گفتش مثل من؟ تو که مثل من نیستی، اصلا هم شبیه من نیستی. متاسفم، کاملا روشنه که تو چیز دیگه ای هستی و از جنس من نیستی. بعدش هم بچه ها رفت به سمت در و در رو باز کرد و گفت شب بخیر، بفرمایید لطفا بیرون. موجود پنجهش رو به آرومی پایین آورد و گفت وای وای، تو داری به من میگه از خونت برم بیرون؟ حالا غمگین تر و کوچیکتر به نظر میومد. بچه ها همون موقع یه چیز دیگه سعی کرد یه موضوعی رو به خاطر بیاره، اونم این بود که به همه به اون میگفتن تو شبیه ما نیستی. یهو فریاد زد گفت صبر کن نرو. بعدش هم با همه سرعتش دوید به سمت اون. به پنجه‌هاش چنگ انداخت و محکم اونو نگه داشت. تو مثل من نیستی، اما برام اصلا مهم نیست. اگه دوست داشته باشی میتونی پیش من بمونی. اون موجودم همین کارو کرد و برگشت. بچه ها اونا با هم دوست شدن، با هم بازی میکردن، با هم دیگه غذا میخوردن. اونا با هم فرق داشتن، اما با هم کنار اومده بودن و هم دیگر رو خیلی دوست داشتن. و وقتی سر کله یه کسی پیدا شد که واقعا قیافه عجیب غریبی داشت، نگفتن که اون مثل اونها نیست و از اونها نیست. جا به جا شدن و برای اون هم یه جایی باز کردن و باهاش دوست شدن. این هم از قصه یه چیز دیگه.